أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألغى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله معالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. یک وظیفه عام برای مسلق مسلمان هاست، چه در حال مسافرت چه غیر مسافرت، که اگر کسی اعلان بی‌طرفی کرد و کاری با کسی نداشت، نباید از این طرف تهاجم ابتدایی شروع بشود، که اون مسئله خارج از محور این کریمه است. به یک مطلب راجع به مجاهدین است. اگر کسی به عنوان جهاد فی سبیل الله حرکت کرد که کافر را مسلمان بکند یا با او بجنگد، درباره یک همچه گروه اعزامی آیه نازل بشود. اونگاه به این مجاهدین می‌فرماید شما که با کافرین کار دارید که اونها یا مسلمان بشوند یا مبارزه کنید، اگر کسی اظهار اسلام کرده است شما نگویید دروغ می‌گویید، شما مأمور به ظاهری و اثر اسلام بار کنید. از اینجا معلوم می‌شود این کلمه الغا علیکم السلام که در آیه محل بحث است، یعنی آیه اذا ضربتم فی سبیل الله که آیه 94 همین سوره نساء است، با آیه‌ای که قبلا بحثش گذشت یعنی آیه 90 همین سوره نساء فرق می‌کند. اونجا فرمود اگر گروهی القوا الیکم السلام کاری با اون نداشته باشه، یعنی اعلان زندگی مسالمت آمیز کردن با این که می دانیم اونها یا کافرن یا منافقن و یقیناً مؤمن نیستن، اونها که القوا الیکم السلام اعلان بی‌طرفی کردن کاری با شما ندارن، شما با اونها نجنگید. اگر القاء سلام نکردن، اعلان بی‌طرفی نکردن، بلکه در صدد توطئه و جنگن، اونگاه با اونها بجنگید. خب پس القاء سلام گاهی به معنای اعلان زندگی مسالمت آمیز به بی‌طرفی است، گاهی به معنای اظهار اسلام است. در موردی که ما یقین داریم شخص کافر یا منافق است، اعلان سلام او به معنای اعلان زندگی مسالمت آمیز است که در آیه 90 گذشت. اونجا اگر اعلام سلام بکنم یعنی ما زندگی مسالمت آمیز داریم. این آیه محل بحث 94 که فرمود لا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام، این یعنی اظهار اسلام بکند، به دلیل اینکه در اینجا فرمود شما نگویید لست مؤمنن، تو مؤمن نیستی، معلوم شد او اظهار اسلام و ایمان کرده است، شما هم مأمورید به قبول ظاهر. پس اون آیه 90 که الغای سلام است یعنی اعلان بی‌طرفی. حالا اگر که این تزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، بنابراین اونجا که شما به قصد جهاد به دستور معصوم علیه السلام حرکت میکنید، صرف اعلان بی‌طرفی کافی نیست. وقتی مأمور به جهاد شدید، این شخص یا باید مسلم باشد یا میتوانید با او جهاد کنید. ولی اونجا که مأمور به جهاد نیستید، اگر کسی الغای سلام کرد، اعلان سلامت و زندگی مسالمت آمیز کرد، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، جامعه بین اینها اظهار سلامت است. گاهی اظهار سلامت در حال مهادنه با همون اعلان زندگی مسالمت آمیز است و گاهی هم القای سلام به معنای اسلام است. پس القا علیکم السلام در آیه 90 با اون چه که در این آیه محل بحث است، گرچه مفهوم جامعشون یکی است ولی مصداقشون فرق میکنه. اونجا معلوم می‌شود که دستور جهاد است، مثل اذا ضربتم فی سبیل الله،
این در اذا ضربتم فی سبیل الله که معصوم علیه السلام دستور جهاد داد، در این زمینه شخص یا باید مسلمان بشود یا با او جهاد میشود. پس علیکم السلام که در این دعای تکرار شد، هر کدام مصداق خاص خود را دارد. مطلب بعدی آن است که فخر رازی سر روایت را به عنوان شأن نزول این آیه ذکر می‌کند که هر کدام از این سه روایت میتواند مصداقی برای آیه باشد، نه واقعا سبب نزول این آیه، چون اثبات سبب نزول کار آسانی نیست و جمع این روایات هم ممکن است، چون در حقیقت تاریخ است نه روایت. همه اینها میتوانند در جای خود درست باشند، یعنی سه حادثه‌ای پیش آمده است که بر اساس هر کدام از اونها آیه میتواند پیام کلی داشته باشد، نه اینها میتوانند سبب نزول باشند چون برهان میخواهد و نه معارض یک دیگرن چون بیان مصداقن. پس این سه روایتی که ایشون نقل میکنن، یعنی سه روایت تاریخی که نقل میکنن، هیچ کدام از اونها معارض دیگری نیست. یکی میگوید مقداد فرون شخص کافر را کشت، یکی میگوید اسامه بن زید فرون شخص را که اظهار اسلام کرده بود کشت، یکی میگوید سومی فرون شخصی را که اظهار اسلام کرد کشت. همه این هم میتواند درست باشد. مطلب سوم آن است که توبه کافر را ذات اقدس اله کاملا قبول کرد. هم سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر این بود که مشرکین توبه می کردن، توبه اونها قبول می شد. هم آیات پایانی سوره فرقان دلیل خوبی است که اگر کسی کافر بود و سیئاتی را هم داشت بعد توبه کرد، توبه او مقبول است. و هم آیه 38 سوره انفال است که قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقد مضت سنت الاولین، که در این کریمه فرمود اگر کافران منتهی بشوند، یعنی این نهی از منکر شما در اونا اثر بکند، اونا نهی پذیر بشوند، این نهی شما را قبول بکنند، منتهی بشوند، گذشته های اینا خدا میامرزد، معلوم میشود که توبه کافر مقبول است. مطلب دوم آن است که آیا اسلام سبی مقبول هست یا نه. این اسلام سبی هم در مسئله عتق رقبه نقشی دارد، هم در این آیه محل بحث. آیه که فرمود اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، حالا اگر این کسی را که مجاهدین با او برخورد کردن جوان نابالغ بود، نوجوان بود، او اظهار اسلام کرد، آیا قبول هست یا نه؟ اگر بحث در سبی غیر ممیز باشد، او محکوم به حکم والد هست و والدین امثال داره، ولی سبی ممیز دلیلی بر عدم قبول ایمان او نیست. ایمان او یقینا مقبول هست، منتها تکلیف شرعی ندارد یک مطلب دیگر است. حالا فرض کنید یک طلبه تقریبا یک ماه مونده که 14 سالش تمام بشود، وارد 15 سالگی بشود، همه مسائل را خونده، فقه خونده، اصول خونده، کلام خونده، کاملا براهین توحید برای او روشن است. بگویم ایمان او قبول نیست یا صحیح نیست؟ این چنین که نیست. حالا واجب نیست، اونم وجوب شرعی مطلب دیگر است، ولی وجوب عقلی که یقینا دارد، چون اگر یک کسی با برهان برای او ثابت شد که جهان مبدعی دارد و اگر معتقد به اون مبدع نباشد آسیب میبیند، خب این دلیل عقلی وادارش میکند که اون مبدع را بپذیرد. نمیشود گفت چنین ایمانی مقبول نیست. البته اون تکلیف شرعی ظاهری که احکام خاص خود را به همراه دارد بر اساس رفع القلم و عن السبیه حتی یهدلم بر اون متوجب نیست. در اینجا هم اگر این مجاهدینی که اعزام شدن به یک نوجوانی برخوردن که اظهار اسلام کرد، اینا نمیتوانند بگوین لست مؤمنم، بعد برن بگوین به این که ابوین او که کافرن، خودشم که ایمانش مقبول نیست، حالا ما ایرو میکشیم مالشم میگیریم، این درست نیست. چرا محمود درازه؟
چرا سبی کافر محقون و دم است؟ ما حکم عبدین است دیگه، سبی اینها، اسیر کردن اینها جائز است. حالا این مسلمین وقتی که برخورد کردن به یک نوجوانی از نظر انتساب به ابوین که مصححی ندارد، چون فرض این است که در دیار کفر است و فرزند پدر و مادر او مشرک است، این از نظر تأمین جهت خارجی. از جهت داخلی هم اگر اظهار اسلام او مسموع نباشد میشه محدور الدم، ولی اگر چون که نوجوان ممیزی باشد و این مسائل رو خوب درک میکند و اظهار اسلام میکند، به چه دلیل اسلام او مقبول نباشد؟ این رفع قلم لسانش لسان امتنان است، یعنی واجب نیست نه صحیح نیست، این شرط وجوب را بلوغ قرار داد نه شرط صحت را. نه، محقون الدم بودن را که این حدیث ثابت نمی کند. حدیث می گوید به این که تکلیف الهی نیست. این خودش پس حافظی از درون خود ندارد، می ماند از در انتصاب به والدین، از محیط شرک هم برخواست، پدر مادر رو هم که مشرکن، دلیل بر حفظ خون او نیست، می شود او را اسیر کرد. سبی را نکشید، سالمند را نکشید، امثال از حالا می شود اسیر گرفت و استرقاق کرد دیگر، مالش هم گرفت. آیا چنین کسی از جهت خارج که انتساب پدر و مادر مشرک است مؤمن ندارد، از جهت داخل هم فاقد مؤمن است؟ یا اگر القائلکم السلام و شهادتین جاری کرد، ما نمی توانیم بگوییم لست مؤمنا؟ بعد این رو اسیر بگیرن، خودشان بفروشن، مالشان مالک بشن. این چنین نیست. فرمود اگر یک نوجوان بالغی که مسائل رو خوبی درک بکند و اهل تمیز است و اظهار اسلام کرده است، کاری با اون نداشته باشید. پس این من هم شامل بالغ می شود، هم نوجوان ممیز. نمی شود گفت به این که حالا اگر یک کسی یه مغازه‌ای دارد، یه نوجوانی است، یا دامداری تو بیابان دارد، یا کشاورزی تو صحراها دارد، آدم او رو اسیر بگیره، مالش هم مالک بشه. این چنین است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله درباره زوال دنیا و دوام آخرت دو تا تعبیر لطیف دارد. از زوال دنیا به عنوان عرض یاد کرده است، از نعمتهای الهی به عنوان ما عند الله یاد کرد. چون عرض زائل شدنی است در مقابل جوهر، که این اصطلاح جوهر و عرض در علوم عقلی مثل فلسفه و کلام مطرح است، از همین ریشه لغوی و ادبی کمک گرفته شده. لغت به عرف به اون چیزی که اصیل است میگوید جوهر و گوهر. این اوصافی که قائم به اون اصیل است، اون چیز ناپایدار رو میگد عرض، چیز زوال پذیر رو میگد عرض، و مندنی رو نمیگه عرض. اون حوادث و رخدادها رو میگد عرض، عارض شده است به مانند آن. همین معنای عرفی و لغوی با یک تحلیل عقلی اصطلاح خاص معقول را پیدا کرده است. قرآن تعبیرش از دنیا به عرض است. این نه مطابق با فهم عرف است، نه مطابق با فهم فیلسوف است، نه مطابق با فهم متکلم، بلکه مطابق با وحی است که فوق همه این هاست. یعنی اون چرا که شما میبینید یک عکس است، به یک اصلی تکیه میکند. شما حالا اینقدر به عکس دل بستید، خب اگر به صاحب عکس دل میبستید که بهتر بود. متاع دنیا چیز رفتنی است، اونی که میماند ما عند الله هستمون و عند الله مقامه کثیر. برابر آیه سوره نحل که فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، اون کبرای کلی میشه برای این صغرا. در اینجا فرمود عند الله مقامه کثیره. خب و ما عند الله یبقا، پس اون غنیمت های الهی که خدا به مؤمنان وعده داده است او باقی است، و این تقابل نشون میدهد که متاع دنیا فانی است و اون برکات الهی باقی است. از فنای متاع دنیا به عنوان عرض یاد کرده است،
از دوام و بقای نعمتهای الهی به عنوان ما عندالله یاد کرده است. گاهی تعبیر به باقی و فانی است یا مستقیما با تقابل بیان میکند یا بدون تقابل اسم بقا را میبرد، مثل اینکه فرمود اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، یا بدانید که ان المال والبنین زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر. خب این روشن است که از او تعبیر به باقی کرده است، مندنیست. گاهی تعبیر به باقی ندارد، فرمود به ما اندالله خیرون. این به ما اندالله خیرون صغرای مسئله است، کبرای قیاس در سوره نحل است که ما اندالله باقیم. خب گاهی نتیجه به این صورت در میاد که والباقیات و صالحات خیرون، گاهی هم نه، میفرماید فرون شی اندالله است، بعدا میفرماید به ما اندالله باقیم. در این آیه از این قبیل است، گرچه نفرمود اون نعمتهای دیگر مندنی است، ولی فرمود اون نعمتهای دیگر اندالله است. شما برای متاع زود گذر میخواهید یک بیگناهی را بکشید، در حالی که همه متاعهای سودمند مندنی پیش خداست. فعندالله مغانم کثیر. این هم یه مطلب. بله قیام هم دیگه، اما شما و ما به القیام همه تون عرضید دیگر، اینکه میتون و اینه هم میتون، یه عرضی به عرضی دیگر متکیست. خب دنیا این چین است، اما نعمت های بهشت ابدیست که بنابراین نه نمیتواند معاد تحصیل بکند، نه اینکه ادامه این است. البته آخرت آخر دنیاست، یعنی این سیر وجودی این چه نیست که قافله هستی معدوم بشود بعد جهانی دوباره ساخته بشود، که مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و بین هدف باشد، این چه نیست. بلکه این قافله‌ای که در دنیا هستند، دنیا و اهل دنیا مرتب سیر میکنند، یا ایها الانسان انک کادون الی ربک حتف ملاقی، این انما تنتقلون من دار الی دار، چیزی در بین نابود نمیشود، هجرت میکند از مرحله به مرحله وسطا و از اینجا به مرحله اولیا. لذا قیامت رو میگن آخرت، چون پایان دنیاست. اما معناش این نیست که متاع دنیا موندنی است. مطلب بعدی آن است که به مجاهدین فی سبیل الله میفرماید مگر شما هدفتون اعلای کلمه توحید نیست؟ این که با کارتون سازگار نیست. شما تبتغون عرض الحیات دنیا در حالی که قیامتون لله است. خب اگر کسی اظهار اسلام کرده است، برای اینکه به مالش دسترسی پیدا کنید خونش رو بریزید که با هدف نظامیتون سازگار نیست. شما ضرب فی سبیل الله کردید، نه صرف ضرب فی الارض برای تجارت. یه وقت ضرب فی الارض است برای تجارت، چه حلال چه حرام اون حکم دیگر دارد. یه وقتی ضرب فی سبیل الله است، شما پا به زمین زدید برای رضای خدا، این ضرب فی الارض است. ضربتم ارجلکم الی الارض فی سبیل الله. خب حالا اگر برای رضای خدا پا به زمین زدید، خون بیگناه محترم است، مال بیگناه محترم است، شما باید خون رو بریزید به مال برسید، اینکه با هدفتون سازگار نیست. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون حرم الحیات الدنیا، اینکه با هدفتون سازگار نیست. ریختن خون بیگناه، بردن مال یه انسان محترم و مال با ضرب فی سبیل الله سازگار نیست. مطلب بعدی آن است که اصل این بحث اختصاص به جهاد دارد و اظهار اسلام با جهادی که شما در پیش دارید هماهنگ نیست، که خب اشاره شد. مطلب دیگر آن است که کلمه امر یه بخشی مربوط به القائل کم السلام است، یه بخشی مربوط به آیه 90 سوره مبارکه همین نساس که قبلا خوندیم، آیه 91 که فرمود تجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم،
این کلمه امر معمولا در قرآن خیلی از موارد ذکر شد، یعنی که اگر کسی از دیگری بخواهد در امان باشد که از دیگری آسیب نبیند، میگن امنهو فین امن بعضکم بعضن، یعنی اگر اولی از دومی در امان بود. این یکی. اگر زید از امر در امان بود میگن امن زیدون امرن، فین امن بعضکم بعضن فبیاد دلذی تو من امانته و مانند. در سوره مبارک ملکم همین معنا بازگو شد. آیه 16 هفته سوره ملک است که اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَتَمُورُ، آیا شما احساس امنیت کردید که خدا کاری با شما ندارد؟ که شما احساس امنیت کردید و مطمئن شدید که خدا کاری با شما ندارد. خسف در زمین زلزله‌ای به مانند اون دامنگیرتون نمی شود. آیه 17 این است اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، آیا شما احساس امنیت کردید که خدا حاصب و سنگ و سنگ ریزی از بالا نمی ریزد به صورت سائق و مانند اون؟ خب امن مَنْ فِي السَّمَاءِ یعنی شما احساس امنیت کردید از خدا. پس فی این امن بعضکم بعضن فلیعد الذی ائتمن امانته، از این باب است اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ، این هست اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، این هست. پس امن زیدون امرن یعنی زید از امر امانت دریافت کرد، امنیت دریافت کرد. این موارد استعمال این کلمه در قرآن. حالا محل بحث، یعنی محل بحث در آیه 91 قبلا گذشت که فرمود ستجدون آخرین یأمنوکم و یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم، اونجا این چیزی معنا شد که یک گروهی هستن که میخواهن شما از اونها در امان باشی و قوم اونها هم ازشون در امان باشن، یعنی نه قوم اونها از این آسیب ببینن نه شما از این آسیب ببینید. حالا چرا این رو معنا شد؟ با اینکه کلمه امنه در قرآن کریم نوع این مواردی که یاد شد این است که اولی از دومی میخواهد در امان باشد، نظیر اون چه که یعقوب سلام علیه فرمود که هل آمنکم علیه کما امنتکم علی اخیه من قبل، یعنی همونطوری که من قبلا به عنوان احساس امنیت برادر این شخص را به شما که یوسف باشد به شما سپردم و فکر میکردم از طرف شما آسیبی نمیرسد، حالا این برادر دوم رم باز به شما بدم که از طرف شما آسیبی نرسد، اونم از همین قبیل است. خب و اما چطور در اینجا این چنین معنا شده است؟ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم، اون چنان که گذشتیم بود که یک گروهی هستن که میخواهن به شما امنیت بدن، به قومشون امنیت بدن، کاری به شما نداشته باشن، کاری هم به قومشون نداشته باشن. این روی اون قرائن داخلی به لازم معنا تفسیر شده است، یعنی اگر کسی بخواهد از شما آسیب نبیند یا از قوم خود آسیب نبیند، کاری هم به شما ندارد، کاری هم به قوم خود ندارد. لذا متفرعاً بر او این چنین فرمود که فئن لم یعتزلوکم، یعنی بناشون بر این بود که اعلان بیطرفی بکنن، حالا اگر بیطرف نبودند و حمله کردن، بناشون بر این بود که القاء سلام بکنن، حالا اگر القاء سلام نکردن، بناشون بر این بود که دستشون را بکشن، دست تعدی را دراز نکنن، اگر دست تعدی را دراز کردن. این سه تا فعل مجزوم با فاء تفریق متفرع بر اون مسئله شد. خب اونها یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم، ظاهرش اینه اگر ما بودیم و این تفریع سگانه بعدی نبود برابر با سایر آیات این چی معنا میشد به این که اونها میخواهند هم از طرف شما احساس امنیت کنن هم از طرف قومشون، یعنی هم شما به اونها آسیب نرسانید هم قومشون. اما تفریعات سگانه نشون میدهد که اونها به شما امنیت دادن،
ظاهرا و اعلان اعتزال و انزوا کردن ولی تهاجم شروع کردن. اونها به شما امنیت دادن که دست درازی نکنن ولی کردن. اونها به شما امنیت دادن که سلم و سلامت و زندگی مسالمت آمیز حفظ بکنن ولی نکردن. لم یعتزلوکم و یلغو یعنی لم یلغو الیکم السلام و یکفو یعنی لم یکفو ایدیهم فخذوهم وقتلوهم. رو این نکته است که آیه 91 به این صورت معنا شده است، وگرنه نوع مواردی که قرآن کریم امن را ذکر کرده است در این محور است که اولی میخواهد از دومی آسیب نبیند، نه اولی میخواهد به دومی آسیب نرساند. اگر نبود این قرینه داخلی آیه چین تفسیر میشد که ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم. یریدون ان یأمنوکم یعنی میخوان از شما در امان باشن، مثل اأمنتم من فی السما، اأمنتم من فی الارض، اأمنتم کذا، فین امن بعضکم بعضا. این چنین است. اما این فروعات سگانه نشون میدهد که اونها اعلان کردن که شمای مسلمون ها از دست اونها در امان باشی ولی نکردن این کار را. یا امنوکم همون دیگه، نه ظاهرش که همجور معنا شد، ولی سر این که این چنین معنا شد این فروعات است، وگرنه ظاهر این با سایر مواردی که قرآن کریم امنه را به کار میبرد این است که اولی از دومی احساس امنیت میکند. امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا مثل امن بعضکم بعضا، هل آمنکم علیه. در همه موارد فاعل از متعلق احساس امنیت می کند، نه فاعل به متعلق امنیت می دهد. فین امن بعضکم بعضا یعنی اگر اولی از دومی احساس امنیت کرده است و امانتی رو به او داد خیانت نکند. این است. بله، اون وقت تفریعات سگانه این چیه می شود؟ اگر چنون که همون معنای مناسب با سایر آیات مراد بود، باید اینچنین میفرمود که اگر اون قوم دیگر از شما امنیت خواستن، شما دیگر تهاجم نکنید، شما الغای سلام بکنید، شما دست درازی نکنید. ولی این فروعات سگانه این است که اگر اونها کنار نرفتن، اگر اونها دست مر نداشتن، اگر اونها اعلان سلامت نکردن، اونگاه شما مجاز دعا کنید. معلوم میشود اونها ارادهشون این بود که کنار بروند، دست دراز نکنند، اعلان مسالمت کنند و مانند آن. خب چرا؟ خب اون جمله رو شما دارید الان اضافه میکنی، اون جمله رو دارید اضافه میکنی. چرا؟ این فعل لم یعتزلو که سه تا جمله به هم مرتبط است، سه تا تفریع است بر اون اصل. اونها یریدو ان یأمنوکم و یأمنو قومهم. اگر منظور این باشد که اونها میخواهند از شما در امان باشند، نظیر همین آیه محل بحث این است که فتبینو کار بنها نداشته باشید، خونریزی نکنید، باید اینچنین بفرماید. ولی در آیه همون 91 فرمود اونها که یرید و ان یأمنوکم و یأمن قومهم، اگر برخلاف ارادشون کردن، اگر بنا بود دستشون دراز نشود، حالا دست درازی کردن، بنا بود اعلان زندگی مسالمت آمیز بکنن، حالا اعلام خطر کردم، اون وقت شما مجاز دفاع کنید. اگر نبود این تفریع و قرینه داخلی
این یرید و ان یعمنو کمی که در اینجاست برابر آیه سوره ملک، برابر آیه سوره ابراهیم، برابر سوره مبارک بقره تفسیر میشد. در سوره بقره یا غیر بقره آمد فی این امن بعضکم بعضن، این اولی از دومی احساس امنیت کرده است، نه اولی به دومی امنیت داده است. امنتم من فی السما معناش این نیست که این فاعل به اون متعلق امنیت میدهد، بلکه این فاعل از متعلق امنیت احساس میکند. امنتم من فی السما اینجا، حالا یعمنون هم همین طور است، ولی این فروعات سگانه باعث این تفسیر شده است. هنوز به معاتل نرسید، این فعل ثلاثه مجرد است. یرید و ان یعملو کن، نه این گروه سومی هم که منافق هم، حالا یا ضعیف و ایمان هم یا فعلا مصلحتشون دخالت در جنگ نیست، آمدن اعلان بیطرفی کردن، نه میخوان از شما آسیب ببینن، نمیخوان از قومشون آسیب ببینن. آیه این است که ستجدون آخرین یریدون ان یعمنو کم و یعمنو قومه هم، امنه کم یعنی از شما آسیب نبینن، نه به شما آسیب نرسانن. دیگه مقاتل نیستن، اینا منافق هستن ولی اعلان بیطرفی کردن. نه، اونها اعلان بیطرفی کردن، منافق هستن، مسلمان نیستن، در مکه به سر میبرن نه در مدینه، ولی کاری با شما ندارن، چون ضعیفن، نه با شما کاری دارن نه با قوم خودشون، نه با اونها هستن نه با اینها. لا اله الا الله ولا اله الا الله، بناشون بر نفاق است. حالا ستجدون آخرین یعمنوکم، یعنی یعمنو یعنی به شما هم نیت بدن، یؤمنوکم یا نه یعمنوکم یعنی میخوان از شما آسیب اونها نرسد. آیه اگر نبود قرینه داخلی برابر با سایر آیات یاد شده این است که اون فاعل از اون متعلق فعل امنیت احساس میکند. فی این امن بعضون بعضن امانته ربی عبدالله زیتومن امانته، اامنتم من فی السما، آیا احساس امنیت کردید از خدا که کاری به شما نداشته باشد؟ اگر این چنین است، اولی که فاعل است از دومی احساس آرامش می کند. اینجا باید این چنین تفسیر می شد که ستجدون آخرین یریدون ان یعمنو کن، یعنی می خوان از شما در امان باشند و یعمنو قومه هم، از قومشون در امان باشن. ولی این چنین که در بحث تفسیر نگذشت، در تفسیر این چنین گذشت که یه قومی هستن که میخوان به شما امنیت بدن، به قومش امنیت بدن، کاری هم به شما نداشته باشن، کاری هم به قومشون نداشته باشن. سر اون تفسیر این فروعات سگانه است که فهمود حالا اگر لم یعتزلو کن و یکوفو، یعنی لم یکوفو ایدیه هم و امثال زاده. بسیار خوب، باید با این کلمه در سایر آیات هماهنگ باشد. اگر گفتن امن زیدون امرن، معناش این نیست که زید به امر امنیت داد و به او گفت من کاری به تو ندارم، بلکه معناش این است که زید از امر احساس آرامش و امنیت کرد. فی این امن بعضکم بعضن معناش همین است. حالا اینجا ستجدون آخرین یریدون ان یعمنو کم، این یعمنو کم با حفظ آیات دیگر باید معناش این باشد که اینا میخوان از طرف شما آسیب بونها نرسد، و یعمنو قومه هم یعنی از طرف قومشون هم آسیب نبینن. ولی این چنین که تفسیر نشد، تفسیر این شد که اونها میخواهن کاری به شما نداشته باشن، کاری هم با قوم خودشون نداشته باشن. نکته اون همون فروعات سگانه است. والحمدلله رب